اینها دستاوردهای هنری و ساینسی دانش آموزان مکتب پسران افغان ترک مزار شریف است که برای دو روز به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه نزدیک به 100 اثر هنری، ادبی، ساینسی و ربات سازی دست کم 200 دانش آموز این مکتب به نمایش گذاشته شده است. هدف این نمایشگاه معرفی مهارت‌های دانش آموزان بیان می شود. هدف و غایه ما از این پروژه است که شاگردا در طول سال و یا در طول سمستر درسایی که به شکل تئوری در صنف یاد میگیرن فرا میگیرن در صحن در عملا کار بکنن و در زندگیشان در کدام نقطه قرار داره او را بیاموزن. هدف اصلی ما این است و شاگردان در پروژه‌ای که ترتیب و تنظیم کرده خودشان مواد تهیه میکنن، خودشان آمادگی میگیرن. استاد و مکتب تنها یک راهنما، یک مشوره دهنده، یک مشاور است، تنها تعقیب میکنن. تمام موادایی که لازم است و یا تمام کارهایی که باید صورت بگیره از طرف شاگرد تعقیب و اداره میشه. برخی از دانش آموزان با ابراز خرسندی از راه اندازی این نمایشگاه میگویند در صورتی که آنان حمایت شوند می توانند طرحهای بهتری از این را نیز تولید و به نمایش بگذارند. توانستن درس های تئوری خود به شکل عملی در بیارند و همچنان استادای ما بسیار در عرصه به ما کمک کردند تا ما بتانیم پروژه های خود به شکل عملی در بیاریم و دروازه برقی بلوتوتی ساختیم، دروازه از راه دور ساختیم، دروازه که توسط اثر انگشت کار میدادن ساختیم و این می پروژه بود که انجام دادیم و این سال هم در پروژه سافتوری از هوش مصنوعی با کشورهای اروپایی ما مسابقه زدیم و تانستیم مقام دوم بگیریم. یعنی بر ما اگر مساعد شوه همیشه میتونیم معرف افغانتر تانست این مقدر مساعد ساخت، ما از این مقدر که داشتیم تانستیم دوم شیم، در حال که کشورهای اروپایی دیگه بیشتر از ما داشتن ولی ما در افغانستان خود تانستیم بیشتر از اونا نمره بگیریم و کار بکنیم. با این حال والی بلخ نیز بر حمایت از دانش آموزان و ایجاد فرصت به منظور رشد توانایی های آنان تعهد می سپارد. طول ستاسی به خدمت و ستاسی به حمایه که انشاءالله اون عزیز ستاسی خدمت بکو، ستاسی مشکلات به حل و ستاسی ارتیا به حل و خصوصا در ترکیه هیواد سخه هم مردیره منانه که همه ساله دو بار در فصلهای بهار و خزان نمایشگاه های همانند در این نهاد آموزشی برگزار می شود که در آن دانش آموزان مهارت هایشان را به نمایش می گذارند.